در روزهایی که کرونا در اوج خودش قرار دارد، الناز شاکردوست در اروپا به گردش و تفریح پرداخته است. الناز شاکردوست بازیگر جوان و بی‌حاشیه ایرانی است که در سال گذشته در دو فیلم پرفروش مطرب و شبی که ماه کامل شد ایفای نقش کرده. در روزهایی که کرونا در اوج خودش قرار دارد، الناز در اروپا به گردش پرداخته. الناز شاکردوست با انتشار عکسی نوشته هی گاو، با ما چه کردند؟ وی در جواب فرمود از ماست که بر ماست. الناز شاکردوست در هفته تیر ماه سال 1363 در محله پاسداران تهران متولد شد. او فارغ التحصیل تئاتر از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران می باشد. وی علاوه بر بازیگری در زمینه عکاسی و طراحی صحنه و لباس فعالیت دارد. الناز شاکردوست بازیگری را با تئاتر دانشجویی شروع کرد. شاکردوست در سال 1382 وقتی 19 ساله بود توسط کیومرث پور احمد کارگردان سینما برای فیلم گل یخ از تئاتر کشف شد. پدرش تاجر ابزار آلات صنعتی و مادرش خانه‌دار است. الناز دومی فرزند خانواده است. او یک برادر بزرگتر به نام علی و یک خواهر کوچکتر به نام الیکا دارد. الناز شباهت بسیار زیادی به برادرش دارد. او علاقه زیادی به مادرش دارد و رابطه خوبی دارند. عجیبترین نکته الناز در زندگی شخصی او دوست صمیمی اوست. یکی از دوستان صمیمی و مورد علاقه‌اش گوهر خیراندیش می باشد. با وجود اینکه گوهر خیراندیش و الناز شاکردوست 30 سال اختلاف سنی دارند، اما رابطه‌شان خیلی صمیمانه می باشد. شاکردوست رفته رفته با فیلم‌های عروس فراری در سال 84، قاعده بازی در سال 86، اتوبوس شب در سال 85، کیشومات در سال 88، دو خواهر و غیره به سوپر استار سینمای ایران تبدیل شد. از کودکی عاشق بازی و نواختن پیانو بود. با اینکه در خانواده‌اش هیچ پس‌زمینه فعالیت در موسیقی وجود نداشت، اما استعداد ذاتیش او را به نواختن و یادگیری پیانو کشاند. یکی از اتفاقات مهم زندگی الناز شاکردوست سفر زیارت خانه خداست که مادرش به جای وی در سال 1390 به این سفر معنوی رفت. در این سفر زیارتی هنرمندان مشهور کشورمان همچون مهراب شریفی نیا، الهام حمیدی، سام درخشانی حضور داشتند. همچنین الناز شاکردوست به بازی فوتبال علاقه زیادی دارد. او از طرفداران سرسخت پرسپولیس است. اتفاقاً چند سال پیش خبر ازدواج الناز و علیرضا حقیقی دروازه‌بان سابق پرسپولیس منتشر شد. ابتدا هیچ کدام این خبر را تکذیب نکردند، ولی بعد مدتی الناز گفته که سفر بوده و اخبار را ندیده. گفته من فقط یک بار ایشان را در سینما دیدم. خبر ازدواج ما کذب محض است. حتی بعد از انتشار این خبر پدرم با من تماس گرفت و گفت تو بدون اجازه ما ازدواج کردی؟ من میخواهم برای انتشار این خبر شکایت کنم. علیرضا حقیقی هم طی مصاحبه این خبر رو تکذیب کرد و اعلام کرد با راهنمایی معاونت حقوقی باشگاه پرسپولیس
از آن سایت شکایت کردم. کانال ما رو سابسکرایب کنید و اگه از این ویدیو خوشتون اومده حتما ما رو لایک کنید.